سرخط مهمترین خبرها. مرزبانان پاکستانی در داخل خاک افغانستان بالای مردم عام حمله کردند. طالبان در نورستان بر خانه یک فرمانده محلی پیشین حمله کردند. طالبان 40 باشنده غزنی را به اتهام قتل یک عضو استخباراتشان بازداشت کردند. سفیر پیشین پاکستان: خانواده های شمار زیاد از رهبران طالبان در پاکستان هستند. منابع: طالبان از دهقانان در ولایت سرپل زیر نام عشر و زکات اخاذی می کنند. و مکال: نفرت انگیز است که پول مالیات دهندگان امریکا به جیب گروه تروریستی طالبان می رود. با یاد خدا به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. طالبان در نورستان بر خانه یک فرمانده محلی پیشین حمله کردند. منابع محلی در نورستان گفتند که طالبان بر خانه یک فرمانده محلی پیشین در این ولایت حمله کردند. منابع روز چهارشنبه 8 اسد گفتند که این رویداد دوشنبه شب 7 جاری در ولسوالی نورگرام از نورستان رخ داده است. این فرمانده نعمت الله نام داشت و جمله فرماندهان محلی نورستان به شمار می رود. منابع می افزایند که طالبان ابتدا به خانه این فرمانده راکت و بمب دستی پرتاب کردند و سپس خانه وی را با آتش کشیدن که خانه به گونه کامل در آتش سوخت. به گفته منابع، در جریان حمله طالبان فرمانده نعمت الله و خانواده‌اش در خانه نبودند و با آنها آسیب نرسیده است. طالبان در نورستان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حال است که پس از سلطه طالبان بر افغانستان، این گروه برخلاف اعلام عفو عمومی همواره دست به بازداشت نظامیان و فرماندهان حکومت پیشین زده و در موارد آنان را حتی به قتل رساندن. طالبان 40 باشنده غزنی را به اتهام قتل یک عضو استخباراتشان بازداشت کردن. منابع محلی در غزنی گفتند که پس از کشته شدن سرپرست مدیریت استخبارات طالبان در ولسوالی خوجه‌عمری این ولایت، طالبان دست کم 40 غیر نظامی را زندانی و شکنجه کردند. منابع روز پنجشنبه 19 اسد به روزنامه 8 صبح تایید کردند طالبان در هفته روان این تعداد غیر نظامیان را که باشندگان روستای قلعینه و این ولسوالی هستند زندانی کردند. به گفته منابع، افراد بازداشت شده همه روزه توسط این گروه به گونه بی‌رحمانه مورد لعن و کوب قرار می‌گیرند. منابع تصریح کردند که تلاش بزرگان محلی برای رهایی این افراد از نزد طالبان نتیجه در قبال نداشته است. مسئولان محلی طالبان در غزنی تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. حمله نیروهای پاکستانی بر یک دهقان در کنر. منابع محلی در کنر گفتند که نیروهای پاکستانی یک دهقان را در ولسوالی ناهری این ولایت با ضربه گلوله کشتند. منابع روز پنجشنبه 19 اسد به روزنامه 8 صبح گفتند که مرزبانان پاکستانی این مرد را حوالی ساعت 10 پس از چاشت روز گذشته در روستای سخاوی این ولسوالی و در نزدیکی خط فرضی دیوران برگبار بستند. به گفته منابع، این مرد رقیب الله نام داشت و زمان هدف تیراندازی قرار گرفت که مصروف دهقانی در زمین‌های زراعتیش بود. در مورد انگیزه این رویداد اطلاعات در دست نیست. مسئولان محلی طالبان در کنر تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. منابع: طالبان از دهقانان در ولایت سرپل زیر نام عشر و زکات اخاذی میکنند. منابع محلی در ولایت سرپل به رسانه ها گفتند که طالبان به بهانه عشر و زکات در شمار از قریه های ولسوالی بلخاب از دهقانان اخاذی میکنند. مردم محل گفتند که بارها به مقامات طالبان در بلخاب شکایت کردند اما پاسخ نگرفتند. به گفته باشندگان این روستاها، سال گذشته طالبان از برخ محصولات مانند جلغوزه، عشر و زکات جمع‌آوری کردند، اما امسال از تمام محصولات و حتی از درخت‌های غیر مثمر نیز از مردم به زور عشر می‌گیرند. طالبان علاوه بر مالیات از طریق عشر و زکات که جنبه دینی دارند نیز می‌خواهند عواید داخلی خود را افزایش دهند. وزارت مالیه طالبان پس از قدرتگیری این گروه در سال 1400 کار روی سیستم منظم برای جمع‌آوری زکات و عشر را آغاز کرد.
سفیر پیشین پاکستان: خانواده های شمار زیاد از رهبران طالبان در پاکستان هستند. منصور احمد در یک گفتگوی اختصاصی با رسانه ها گفت که با وجود بازگشت طالبان به قدرت، خانواده های تعداد زیاد از رهبران این گروه هنوز در افغانستان زندگی می کنند. او گفت که شنیده شده است خانواده ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان نیز در پاکستان بوده است. خانواده های رهبران و فرماندهان طالبان در زمان جنگ با حکومت سابق و نیروهای ناتو در کشورهای مختلف منطقه از جمله پاکستان و قطر زندگی می کردند. ظهور خانواده های طالبان در پاکستان بارها از سوی مقامات حکومت پیشین نشانه حمایت پاکستان از این گروه تلقی شده و با آن اعتراض کردند. بر رقم سلطه طالبان بر افغانستان مشخص نیست که چرا خانواده های شمار از رهبران طالبان در پاکستان به سر می برند. سفیر پیشین پاکستان در بخش دیگر گفتگوهایش درباره انزوای طالبان گفت که کشورهای جهان تا 7 ماه اول حاکمیت طالبان مشتاق کار کردن با این گروه بودند. به اعتقاد او، اما وقت طالبان مکاتب دخترانه را تعطیل کرد، از میزان تعامل کشورها با آن کاسته شد. طالبان دخواست عمده کشورهای جهان آموزش دختران و تشکیل حکومت فراگیر را نادیده گرفته و آن را مسئله داخلی خود دانسته است. اما این کشورها به خصوص حکومت‌های غربی پیوسته تاکید کردند که نقض حقوق زنان را مانع اصلی ارتباط جهان با این گروه است. با اینکه پاکستان در بازگشت طالبان به قدرت نقش عمده‌ای را بازی کرده است، اما هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مکال: نفرت انگیز است که پول مالی دهندگان آمریکا به جیب گروه تروریستی طالبان می رود. پس از نشر گزارش اداری بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، اکنون کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که باید روند کمک رسانی به افغانستان زیر اداره طالبان شفاف سازی شود. مکال در این کمیته روز چهارشنبه هفته اسد با انتشار اعلامیه گفته که بحران انسانی در افغانستان با عقب نشینی پر حرج و مرج جو بایدن به طور قابل توجهی بدتر شد. او افزوده است نفرت انگیز است که پول مالی دهندگان ایالات متحده در جیب گروه تروریستی مانند طالبان را پر کند که زنان و دختران افغان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. القاعده و سایر تروریست ها را تامین مالی می کنند. او خاطر نشان کرده که طالبان جنایت علیه اقلیت های مذهبی را مرتکب می شوند و روزانه موارد متعدد دیگر از حقوق بشر را نقض می کنند. مکال در اعلامیه‌اش گفته است ماهاز از دولت بایدن خواستم توضیح دهد که چگونه به مردم افغانستان کمک خواهد کرد در حالی که پول ایالات متحده را از دست طالبان دور نگه دارد، اما این خواست بدون پاسخ ماند. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.